سرخط خبرها. کمین خطرناک در غرب کابل در قلمرو هزاره‌ها والای طالبان که باورتان نخواهد شد. پیام حسیب قای مرکز در مورد حملات اخیر پاکستان و سکوت وزیر داخله و دفاع که آنها را به شرم فرو برد. تظاهرات گسترده در شهر جلال‌آباد علیه پاکستان راه اندازی شد. واکنش سخت و تند حامد کرزی در مورد جنایت پاکستان. سلام به سرویس اطلاع‌رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل را سابسکرایب کنید. واکنش حامد کرزی به حمله هوایی پاکستان به افغانستان. تلفات حملات هوایی و توپخانه جمعه شب پاکستان به ولایت کنر و خوست افغانستان به 45 نفر افزایش یافته است. در سالهای اخیر ارتش پاکستان بارها و بهانه‌های نابودی عناصر تروریستی مناطق در ولایت‌های خوست و کنر افغانستان را هدف قرار داده، حملاتی که همواره سبب بروز تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور بوده است. با گزارش رادیو دری، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با محکوم کردن حملات هوایی نظامی پاکستان به ولایت‌های کنر، رئیس جمهور پیشین افغانستان با محکوم کردن حملات هوایی نظامی پاکستان به ولایت‌های کنر و خوست که در آن شماری از غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان جان باختند و زخمی شدند، آنان را خلاف اصول بین‌المللی نقض حاکمیت ملی افغانستان و جنایت بشری دانست. در پی بمباردمان مناطق مسکونی خوست و کنر توسط جنگنده‌های پاکستانی، ذبیح‌الله مجاهد همچنان واکنش نشان داد و در توییت خطاب به پاکستان گفت حوصله افغانستانی‌ها را در چنین مسائل نیازمایید و دیگر چنین اشتباه‌ها را تکرار نکنید، وگرنه پیامدهای بدی خواهد داشت. قبل از این نیز حنیف اتمر وزیر خارجه سابق امرالله صالح معاون رئیس جمهور سابق افغانستان نیز این حملات را محکوم کردند. شهروندان ولایت خوست نیز در اعتراض به این حملات تظاهرات ضد پاکستانی برگزار کردند. پاکستان مدعی است که حمله اخیر طالبان پاکستانی به نیروهای ارتش این کشور در وزیرستان شمالی که منجر به کشته شدن 7 نفر شده است از خاک افغانستان صورت گرفته است. خبر بعدی، با 250 خانواده بی بضاعت مواد غذایی توزیع شد. خبرگزاری دید در حالی که شهروندان در سراسر کشور از فقر و بیکاری شکایت دارند، یک نهاد خیریه در کابل 250 خانواده فقیر و بی بضاعت در کابل مواد غذایی توزیع کرد. سید ابوالحسن هادی مسئول امدادرسانی کمیته پیامبر اعظم و خبرگزاری دید گفت که این خانواده ها طی یک سروی از سوی کارمندان این دو بنیاد شناسایی شدند که همه ایشان در وضعیت بد اقتصادی و سر می بردن. آقای هادی همچنان گفت که بر بنیاد پیامبر اعظم تا اکنون به بیش از 2000 خانواده در کابل بسته های کمکی را توزیع کرده است که این کمک ها همچنان ادامه خواهند داشت. و افزوده است افرادی که در یک دوره از سوی این دو بنیاد بسته های کمکی را دریافت می کنند، در دوره های بعدی نیز از کمک های این بنیاد مستفید می شود تا برای یک مدت مشکلشان حل شود. از سوی هم راضیه یکی از زنان بی سرپرست و خبرگزاری دید می گوید که کمک های بنیاد پیامبر اعظم برایش مفید بوده و می تواند مشکلاتشان را حل کند. راضیه می گوید که وی سرپرست یک خانواده 4 نفری است که هیچ نانآور ندارد و پیش از این خودش کار می کرده، ولی بعد از حاکمیت طالبان بیکار و خانه‌نشین شده است. صدیقه یکی از زنان بی سرپرست بعدی گفت این دومین دور است که من کمک های بنیاد پیامبر اعظم را دریافت می کنم و این کمک ها برای خانوادهش مفید و کافی بوده است. گفتنی است که بعد از فروپاشی نظام سیاسی و حاکمیت طالبان میلیون ها تن در سراسر کشور بیکار شده اند و صدها هزار تن برای کار کردن به کشورهای خارجی مهاجر شده اند. بعد از بازگشایی شماری از وزارتخانه ها و کارمندان زن اجازه دادن نشد تا دوباره به کارشان برگردند. در 8 ماه اخیر شهروندان کشور همواره از نبود کار و افزایش روزافزون فقر و گرسنگی شکایت کردند و از کشورهای بین‌المللی خواستار کمک به مردم افغانستان شدند. علی خان مستعار یکی از دیگر افراد بی بضاعت به خبرگزاری دید میگوید بعد از سقوط کابل تا اکنون وی نتوانسته است یک شب غذای کافی به خانواده‌اش تهیه کنند، زیرا روزانه با کراچی برای کار بیرون می رود، ولی بعضی روزها 20 تا 50 افغانی کار می کند. وی می گوید که نهادهای خیریه و تاجران کشور که توان مالی دارند
باید در چنین شرایط در کنار مردم باشند و کمک هایشان را افزایش بدهند. زیرا در این شرایط اکثریت مردم با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. اکنون می پردازیم به حملات مرگبار در غرب کابل در قلمرو هزاره ها بالای طالبان. افراد مسلح ناشناس 4 عضو طالبان را در غرب کابل ترور کردند. منابع مردمی از کابل می گویند که کشته شدن 4 تن از نیروهای طالبان در شهرک امید سبز در غرب شهر کابل و دست افراد مسلح ناشناس خبر می دهند. در همین حال جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که این حمله توسط جنگجویان این جبهه صورت گرفته است. این جبهه در یک فایل تصویری گفته است که جنگجویانش با یک ایست بازرسی طالبان در شهرک امید سبز حمله کرده و 4 طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده اند. این جبهه میگوید که در این حمله 2 میل کلاشنیکوف نیز از نیروهای طالبان غنیمت گرفته شده است. جبهه آزادی افغانستان چند پیش با انتشار یک فایل تصویری اعلام موجودیت کرد و گفت که تحت رهبری 1 تن از افسران نظامی پیشین فعالیت میکند. این در حالی هست که سخنان جنرال شفیع شهید که در آن زمان میگفت هزاره ها اموتو که کوههایش شخ است، مردمش هم کلشخ است و در برابر هر سختی ها مقاومت میکنند. این که حتی 1% در تصمیم گیری های مهم کشور سهم نداریم، این قسم تا آخر نمیماند. گرفته شده از برگه رسمی زینب مزوری که توسط مدیر این صفحه به نشر رسیده است. خبر بعدی، تظاهرات شهروندان ولایت ننگرهار در اعتراض به حملات پاکستان. صدها تن از باشندگان بلسوالی شنوار ولایت ننگرهار به تظاهرات ضد پاکستان پرداختند. با گزارش محمد آصف شنواری خبرنگار رادیو دری، حاجی حفیظ الله امین باشنده منطقه بازار مارکو و معاون اتحادیه صرافان میگوید که تظاهر کنندگان با سردادن شعار مرگ بر پاکستان جاده کابل جلال‌آباد تورخم را برای چند ساعت بر روی ترافیک مسدود نمودند. حاجی حفیظ الله افزود تظاهر کنندگان از حکومت طالبان خواستند که قضیه حملات هوایی پاکستان را جدی پیگیری نموده و جلوی تکرار چنین وقایعی را در آینده بگیرند. با گفته موصوف، تظاهر کنندگان بعد از راه اندازی تظاهرات در بازار مارکو راهی شهرک تورخم شدند تا اعتراضشان را در آنجا نیز به نیروهای مرزی پاکستان در آن طرف خط دیوران حضور دارند ابراز نمایند. روزی گذشته صدها تن از باشندگان ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان نیز بر علیه پاکستان به تظاهرات پرداخته بودند. حملات هوایی حکومت پاکستان در ولایت خوست و کنار افغانستان که سبب کشته شدن نزدیک به 50 تن از افراد ملکی گردیده، با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو گردیده است. این در حالی است که حسب قای مرکز تازه اخطار داده است به وزیر داخله و دفاع که کجا هستند کسانی که از کنر و نیمروز و جهاد و پنچیر و اندراب می آمدند. اگر مرد هستید انتقام خود را از پاکستان بگیرید.